سلام به دنیای انیمه خوش اومدید. این دفعه میخوایم یک انیمیشن بسیار جذاب و کمتر دیده شده و شناخته شده در دنیا رو بررسی کنیم به اسم وان پانچ من، یا برگردون فارسی اون به نام مرد یک مشت. این انیمیشن محصول کمپانی مدهاوس توسط شینگو ناتسومه کارگردانی شده و بر اساس مانگای اصلی که نویسنده شخصیتی به نام وان بوده ساخته شده. اقتباس انیمه برای اولین بار در سال 2015 منتشر شده. دارای صحنه‌های خیره کننده، داستان جذاب و برداشت منحصر به فردش از سیستم سوپر هیروها است که اون رو با خنده و شوخی درآمیخته. خیلی خوب، حالا که این اطلاعات به شدت مفید و خوب رو بهتون دادم، با من همراه باشید تا یک خلاصه کاملی از این داستان و این انیمیشن داشته باشیم. تا جایی که بتونم سعی میکنم به طور خلاصه بگم که انیمه اسپویل نشه. داستان این سریال حول شخصیت به نام سایتاما میچرخه، ابرقهرمانی که هر حریفی رو با یک مشت شکست میده و به همین دلیل باعث سرخوردگی، بیحالی و افسردگی اون شده، چرا که هیچ کسی اون رو به چالش نمیتونه بکشه. خب تا اینجا پس میتونیم انتظار داشته باشیم که صحنه‌های جذاب فایت و دعوایی که توی این انیمه شکل میگیره در یک لحظه به حد بی‌معنایی تمام میشه و این یکی از جذابیت‌های عجیب این انیمه هست، چرا که همیشه ما از انیمه‌ها انتظار داریم که یک واقعیت خشن جدی رو جلوه بدن، اما این انیمه دقیقاً برعکس عمل میکنه. از زندگی سایتاما بهتون بخوام بگم اینجوریه که در ابتدای قسمت‌های اولیه انیمه میاد اون رو نشون میده که سایتاما یک آدم به شدت بی‌عرضه بوده، کسی که همش دنبال کار میگشته و کار پیدا نمی‌کرده و در نهایت طی یک اتفاق میتونه یک دیمن یا یک اهریمن یا یک موجود شیطانی رو از بین ببره و تصمیم میگیره که شغل ابرقهرمان بودن رو برای خودش انتخاب کنه و برای اینکه به این نتیجه برسه و به این هدف برسه سالهای سال شروع میکنه به ریاضت کشیدن، اونم به چه مدلی؟ فقط میدوه، حرکات تقویت شکم انجام میده و تمام. به طور کلی در روند این انیمیشن ما با شخصیت‌های آشنا میشیم که به خوبی توسعه پیدا کردن، پرورش داده شدن از لحاظ کاراکتری و از لحاظ دیالوگ شخصیت. هر کسی در این انیمه یک نقش رو ایفا میکنه، یک قابلیتی داره و درامیخته شده با شرایط مضحک و جالب سایتاما. سعی میکنم بیشتر از این توضیح ندم که یه وقت اسپویل نشه. شدیداً بهتون پیشنهاد میدم این انیمیشن رو ببینید، مطمئن باشید از دیدنش لذت میبرید و اگر دیدید ممنون میشم این زیر برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این انیمیشن بگید. اگر تا اینجا با من همراه بودین حتما متوجه شدین که محتوای ما چقدر جذاب و متفاوته. پس برای دیدن کلیپ‌های دیگه فقط کافیه سابسکرایب کنید و با زدن علامت زنگوله از جدیدترین ویدیوهای تولید شده باخبر بشید.